در این قسمت می نگاهی بکنیم مجددا به کهکشان بزرگ گرد همایی ایرانیان در پاریس که رژیم همچنان داره از درد اون به خودش میناله همراه هستیم با پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردی طور شاخص و به شما بگم که یکی واقعا شلیک خون شهدا و زندانیان سیاسی و قتل عام 67 بود به تمامی کارزار انتخاباتی رژیم و مطرح شدن موضوع مقاومت و قسل عام که در اعماق رژیم تا سطوح بالا اینا رو لرزون اینا رو به تیخ کشی علیه هم کشون در بازی انتخاباتشون و مطرح شدن خلاصه این مقاومت در داخل کشور به عیان موضوع دوم دو موضوع طلای جهانیست تقریبا الان میشه گفت غیر از یکی دو کشور دو انگشت شمار <applause> همه کشورهای منطقه و همه کشورهای جهان به هر حال به این نتیجه رسیدن که این مقاومت این همه سالها که کتاب نوشت هر زد اختار کرد که بنیادگرایی و فاشیست به نام دین که هیچ ربطی هم به دین نداره تهدید شماره که جهانه که مرکزش مرکز وجودش بنیاد گزارش خمینی و خمینیسم بوده این را جهانیان بهش ایقان آوردن حالا کم و بیش در عمل چه کار میکنن اینی که مردم و مقامتی که با اینا رو پوش بده به جلو که هیها دیگه قفلت نکنید هیها دیگه مماشاد نکنید و به جیب رزیم نریزید همون کاری که بوش پسر هی سال کرد و آقای اوباما هی سال دیگه کرد و و همه به نفع خامنه ای تمام شد اما این کار زار جهانی و این اقبال به سوی مقاومت باعث شد که یک رنگ و یک معنا و یک سطح و یک خلاصه فراز دیگری گرفت این مقاومت بغیدمن و این کار زاد اخیر ببینید تکشن اسلام در شرایطی به وقوع پیوست که ما بزرگترین عکت استراتژیک یعنی انتقال و مهاجرت فرزندان رشید مجاهدین خلق ایران را از عراق به جای عمل با موفقیت اجرا کردیم و باز شدن انرژی ها و خلاصه تشکیلات و انسجام و از بین نرفتن این مقاومت که این خودش تکون داد هم ایرانی های داخل هم خارج کشور هم ناظرین و افراد بین‌المللی را پیامی که امسال ما قاطعانه دادیم به جهان و خانم مریم رجوی هم به درستی اعلام کرد این بود که اشتباه کردید این همه سال ها این همه ده روی این رژیم مماشات کردید این را استاب بزنید سرنگینی این رژیم دوای اصلی تمام معضلات منطقه‌ای و جهانی است این چیزی که جرأت نمیکردن بگن به دلیل مماشاتشون و الان مقر اومدن چون نهیب این مقامت رو توی این ککشان شنیدن و سوم که مهمترینش بود این بود که این سرنگونی در دسترسه یعنی چیزی نیست که یک آرزو و یک خلاصه وهم یک دسته یا گروه یا یک ملتی باشه به دلیل این پنج عنصری که همیشه من میگم یکی آرمان درست عشق و آزادی دو تشکیلات محکم این مقاومت که دیدید در هیچ باد طوفانی چه لیز چه غیر لیز چه توتعای منطقه این از هم نباشید سوم رهبری این مقاومت که تمام فلاسفه تاریخ رابطه بنال میگن که زمامدار و رهبر نقشش تعیین کننده است بر فارغ آمدن بعد بر سوار شدن بر موجهایی که میاد که مثلا در هم بشکنه یک مقامت و بهترین استفاده از موقعیت تاریخ کردن که به حق این مقامت آقای مسعود رجوی خانم مریم رجوی به درستی انجام دادن و سوم گرای درست چهارم گرای درست بود یعنی اینکه ما در تمه آن سالها همطور که آقای رجوی میگفت سرنگونی سرنگونی سرنگونی, سرنگونی، شعار محوریش هست و بود گفتیم و گفتیم که این گراه عوض شدنی نیست و این رژیم باید از سر راه تاریخ و تمدن ایران بره کنار و ایران زمین دوباره اون شکوه عظمت تاریخی شو و اون اعلامیه جهانیشون که اولین بار کورش کبیر داده رو دوباره به جهانیان معرفی کنه و پنجمین که واقعا مهمترین هست هم آخرین پرداخت بالاترین بهاست به خاطر اینکه هر چی که زیبا باشه یک صحبت یک سازمان یک تشکیلات یک تشکل چه حزب سیاسی چه مقاومت اگر فرزندانی چون مجاهدین خلق و مبارزین نداشته باشه که تا آخرین تا آخرین نفس بیستن و تمام هست و نیست و دار و ندار و زندگی و خانواده خودشون رو سر دست بگیرن محال ممکنه که هیچ جنبشی در تاریخ بشر پیروز بشه بویجی جنبش ما این پیامی بود که توی این این هماهنگی این همایش داده شد و خانم مریم رجوی هم درستی این را اعلام کردن و دیدید که این بار چقدر این رژیم رو این کار کرد که این را نظر انجام بشه ظریف و فرستاد و الان هم انعکاس هایی که باستابه که خود رژیم هر روز میده در مطبوعات و در داخل خارج در تبلیغاتش و در رسانه نشون میده که چقدر این همایش به هدف خورد و یک, نخ... و یک ضربه بزرگ استراتژیک بر بنیاد انرژیم فرود آورد تغییر به درستی سازل قبا بوده ای که ببینید هر مقاومتی دو تا پایه داره پایه مردمش ملتش پایه بینمونالی همه مقامت های جهان از جنبش ضد اپارتای تا جنبش محاطمه گاندی تا آمریکا لاتین هر جایی که شما یک مقاومتی پا گرفته این دو انصار داشته در اینجا به شما به میتونم با قاطعیت و با و با و با و با, 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 با واقعا قوت قلب بگم که در این در این همایش واقعا این به ثمر نشسته هم دیدید که جمع ایرانیان عزیزی که شرکت کرده بودند که بی سابقه بود بی سابقه بود و کاری که در داخل کشور خود مردم برای ابلاغ این کارزار بزرگ کردن این پستر هایی که توی خیابون های کشور از سراسر میهن پخش کردن این کارهای خطیری که انجام دادن نشون داد که اون بود و قاده اصلی که ملت ایران هستن صد در صد پشت این قضیه بودن چه داخل و چه خارج کشور یکی هم نشون داد که اون بود بین المللی اون بود خارجی اون بود سیاست خارجی جهانی هم صد درصد تحت تاثیر قرار گرفته بود و شما دیدید که هم سطوح شرکت کنندگان از نظر نظر واقعا کیفیت خارجی هایی که شرکت کرده بودن مقامات و هم صحبت هایی که کردن و هم پشتیبانی هایی بسیار بسیار روشن و قاطعی که از خانم مریم رجوی کردن نشون میداد که اینها نبگم که همشون ولی اونهایی که واقعا میفهمند هیچ چاره ندارن جز که همسو بشن با این مقامات اگر میخواهند از شر این رژیم زده بشری که رژیم شماره یعنی میشه گفت تهدید شماره یک جامعه جهانی است و القاده و داعش و همه اینا شاخه ها و خلاصه شاخ، شاخک های از آن هستند که بیرون زدن بعدن تا همسو نشن با این مقامات این رژیم را مانند فاشیسم و نازیسم و, و همه این اسم های مخوف تاریخ را نمی توانند از سر راه بشریت و تمام بشری بردارند مگر اینکه با این مقامت همسو باشند اذیت دیگه نکنند و همسو باشند و کمک کنند که ما همچنان که در جنگ بینمال دوم همه نیروهای جهانی از چپ و راست به همدیگه علیه دشمن مشترک که هیتلر و هیریهوتو و مسیلینی بود با هم دیگر وفاق داشتن این بار هم به همت این جنبش جهانی به همت این جنبش ملی مردم ایران که در نوک پیکان این جنبش هست و این جنبش ضد بنیادگرایی و ضد خمینیستی جامعه همسو بشه که این یکی شر را هم هر چه زودتر از سر راه بشریت و تمدن بشر برداریم من با سر تعظیم فرود آوردن در مقابل ملت عزیز ایران که اینها صاحب اله و همه کاره هستن قاعده این کار هستن اونها هستن که هر روز هر لحظه وجودشون مقاومت چه من چه مقاومت چه مصبتشون در مقابل این رژیم یک مقاومت بزرگه و یک از جان و روح و روان و زندگیشون مایه میذارن میخواستم این پیام بهشون بدم که این مقاومت فرزند شماست این مقاومت این مجاهدین همون مجاهدین سرد و مشروطیت هستن همون مجاهدینی هستند که باز رزمندگانی هستن که در سی تیر دور مصدق کبیر ایستادن و همان هستند که تونستن در انقلاب در انقلاب ضد سلطنتی که هیچ ربطی به انقلاب مذهبی خمینی نداشت و بعدها ملاخور شد اینها تعیین کننده بودن و الان هم تنها سازمان هستند تنها تشکیلاتی که هستند که از تمام این طوفان ها گذاشتن و بر شما ملت عزیز ایران هم بشارت باد و مبارک باد که چنین مقاومت طوفنده ای دارید که از تمام این مثل سیاوش از تمام این آتش ها گذشته و خلاصه پاک و منزه و قوی و بسیار طوفنده و کوبنده تر از پیش آماده است که این ملت در زنجیر و ما و شما و همه را از دست این رژیم فاشیستی مذهبی نجات بده و آزادی و دموکراسی و استقلال و تمامیت ارضی را نصار ملت شریف عزیز ایرانمان بکنه